بزرگوارانشون و با درود گرم، درودی چون نور دل پارسایان به شما کانونیان گرامی و عزیزان غیر کانونی که دل در گروه مهر ایران و ادب و فرهنگ سرزمینمون دارید و در راه نگاه داشت و بزرگ داشتش میکوشید. وقتی که خانم دکتر وزیری گرجی از من دعوت کردن که امشب صحبتی درباره حافظ داشته باشم، فکر کردم که بد نیست درباره عشق در سخن حافظ صحبت کنیم که خیلی مورد استقبال ایشون قرار گرفت. اما چرا گزینه عشق؟ به قول شاملو، روزگار غریبی است نازنین. شما به هر گوشه جهان که نگاه می‌کنید، آدم‌ها به هر بهانه مستدل یا غیر مستدل، پذیرفته شده یا پذیرفته نشده، به جان هم افتادن و جوری با هم در جنگ و جدالند که به قول سعدی گویی که یاران فراموش کردند عشق. فکر کردم شاید دقایقی صحبت از عشق ما رو از این غوغا و هیاهوی بی‌عشقی غافل کنه. اما البته دلیل اصلی‌تر و مهمتر اینه که عشق رشته ظریف ابریشمین بسیار محکمی است که مرواریدهای شعر حافظ رو به هم می‌پیونده. عشق در اون مایه کلام حافظ و بنمایه جهانبینی اوست. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند، و به راستی که سخن حافظ خوشترین یادگاری است که در زیر این گنبد دوار برای ما به یادگار گذاشته. من بر این باور هستم که همین مسئله، یعنی وجود عشق در کلام حافظ با اون قوت و حدت و شدت، یکی از رازهای جاودانگی حافظ و ماندگاری شعر اوست. خود خواجه می‌فرماید مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی شد. و به راستی که الان حدود 700 است که حدیثش نکته محفل‌های ماست و من فکر می‌کنم صده‌های بسیار شعرش همچنان همدم دل ما ایرانیان خواهد بود. حالا ما ایرانیان و فارسی زبانان که جای خود داریم، ادیبان و فرهیختگان غیر ایرانی که با ترجمه شعر حافظ با حافظ آشنا شدن، به همین صورت تحت تأثیر سخن حافظ قرار گرفتند. گوته، این نابغه آلمانی چند بعدی، در سن 65 سالگی با خوندن ترجمه اشعار حافظ اعلام کرد که من عشق رو با حافظ شناختم، و در حالی که چند سالی بود از شعر و ادبیات که یکی از ابعاد نبوغش بود فاصله گرفته بود و کناره گرفته بود، دوباره به شعر و ادبیات روی آورد و دیوان غربی شرقی رو سرود. خب بپردازیم به جلوه های عشق در سخن حافظ. اما پیش از این که صحبت رو شروع بکنم، میخوام روی یک نکته تأکید ببرزم، و اون این که اونچه که امشب از من میشنوید صرفاً برداشت های شخصی من از دیوان حافظه که دهه هاست باش اونس دارم، نه مطلقیت داره و نه بر پایه کارهای حافظ پژوهی حافظ پژوهان دیگری. یکی از چشمگیرترین جلوه های عشق در سخن حافظ عرفانه. ذهنیت عرفانگرای حافظ عشق رو به اسطوره آفرینش برمیگردونه و سرچشمه عشق رو از اسطوره آفرینش میشناسه. منظور همون دمیدن نفحه الهی در گل آدمه که به دلیل اینکه آفریننده خدا وقتی این گل رو دید بر اساس اسطوره بلافاصله بهش مهر ورزید و نفحه خودش رو در او دمید و این گل با عشق ازلی
پا به جهان هستی گذاشت. منزل رهرو عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. حافظ این اسطوره رو در چند غزل به زیبایی به تصویر کشیده، از جمله در این غزل که چند بیت اولش که مربوط به اسطوره هست براتون میخونم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. و در غزل دیگری نتیجه میگیره که اصولاً عشق سرشت آدمی است. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکند. و طبیعی است که آدم با سرشت خودش نمیتونه بستیزه. و همچنین بخش دیگری از اسطوره آفرینش داستان السته. روزی که خدا از بندگانش پرسید الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلی، گفتند بلی. از این روز در ادبیات عرفانی ما به نام روز الست نامیده میشه که در واقع اشاره به همون روز ازل داره. و این گفتگو به عنوان پیمان یا عهد الست خونده میشه، یعنی یک پیمان عشق و محبت بلاواسطه و مستقیم و بلا شرط بین آفریننده و آفریده. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشید شهره شدم روز الست. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. ببینید با کاربرد واژه‌های دینی به صورت نمادین تمام مناسک دینی رو رد میکنه. طاعت و صلاح جزء دستورات دینی است، ولی با کاربرد نمادین واژه وضو ساختن در چشمه عشق و چهار تکبیر زدن بر هر چیز دیگر، پشت پا زدن بر هر چیز دیگر، وانهادن هر چیز دیگر، این دستورات رو رد میکنه. میدونید که چهار تکبیر زدن یکی از سنت‌های اهل تسنن در نماز میت و به معنای بازگشت ناپذیر بودن اتفاقی است که تو افتاده، مثل همون سه طلاق کردنی که هممون باهاش آشنا هستیم. هم از این روست که رابطه حافظ با خدا از سر ترس، نگرانی، عقوبت دوزخ یا حتی چشم داشته بهش نیست، زیرا که خدای حافظ جبار و قهار و منتقم و ماکر نیست. خدای حافظ مهربانه، بخشنده است، کارسازه، همیشه بندش رو حفظ میکنه، دستگیره، نقطه توکل و ایمانه. یعنی شما دیوان حافظ رو که بخونید خدایی جز با این اوصاف در اون دیوان پیدا نمی کنید. در شماری به عبارت دیگه میشه گفت که تنها رابطه حافظ با خدا از سر عشق و نه هیچ چیز دیگر. در شماری از اشعار حافظ فضا آکنده از عرفان و عشق عرفانی است. حتی در چند مورد اشاره به لحظه دیریاب وصل عرفانی، یعنی درک وحدت وجود داره. این غزلی که چند بیتی ازش براتون میخونم اگر عرفانی ترین غزل حافظ نباشه بی تردید یکی از عرفانی ترین غزل هاست. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند،
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، یعنی به وصل عرفانی رسیدم، به درک وحدت وجود رسیدم، حالا بعد از این روی من و آینه وصف جمال. یا هر بار که حافظ درباره حسین ابن منصور حلاج صحبت میکنه، مشخصا سخن از عشق عرفانی است. میدونید که حسین ابن منصور حلاج باور داشت به وحدت وجود و به همین دلیل چون خودش رو از خدا و رابطه خودش رو با خدا فقط از سر عشق میدید، انالحق میگفت، که البته زاهدان و شیخان چنین چیزی رو بر نتافتند و او رو به دار کشیدند. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این اسرار کدوم اسرار بود که هویدا میکرد؟ سر عشق عرفانی، درک وحدت وجود که او بهش رسید. یا در جای دیگری میفرماید چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. رسیدن به این درگاه آسون نیست. کسی مثل حسین ابن منصور حلاج که به اون درجه از وحدت وجود و درک وحدت وجود رسیده، اون موقعی است که موقعی در واقع به مقصد خودش رسیده که سرش بر بالای دار رفت. اما حافظ عشق رو در سطح آسمان ها و ملکوت و در عرصه عرفان نگه نمی‌داره. حافظ عشق رو از عرش به فرش گسترش میده. در واقع یکی از مکررترین و برجسته‌ترین جلوه‌های عشق در دیوان حافظ همین عشق زمینی است. عشق زمینی یعنی عشق به زیباروی یا مهروی سیاه چشم و سیاه مو. و عارفان البته اینها رو هم شاهدی از جمال حق و بنابراین سزاوار عشق و محبت میدونن. حالا صرف نظر از چونی و چرایی قضیه، اون چه که مسلم میدونیم اینه که حافظ بارها، بسیار بارها و بسیار صریح، به گونه‌ای که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره، درباره معشوق زمینی و عشق به نگار و یار زمینی صحبت میکنیم. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. و البته که حافظ عاشق کفران عشق نمی کنه هرگز. و جالب اینه که در مواردی دست خدا و قضا و تقدیر رو هم به میان میکشه. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. من چه گناهی دارم؟ خدا این کار رو کرده. یا اینکه میگه که مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. مشیت الهی، قضای آسمانیه. این امکان نداره که تغییر بکنه و عوض بشه. اصولاً لذت بردن از موهبت‌ها و نعمت‌های جهان و اغتنام وقت خوش از ویژگی‌های جهان بینی حافظه. و البته که مهرویان زمینی از خوشترین
موهبت‌ها و نعمات دنیا هستن. این نه از اون روز که حافظ درد رو نمی‌شناسه، درست برعکس، درد رو خیلی خوب می‌شناسه این نازک دل حساس هنرمند و بارها به زیبایی و بسیار تأثیرگذار در دیوان توصیف کرده درد رو. و احتمالاً شاید از همین روست که باور بر این داره که باید از وقت خوش لذت برد و از موهبت‌ها و نعمات استفاده کرد. این میشه گفت یک نوع نگرش دیالکتیکیه. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد. به می بفروش دلق ما کس این خوشتر نمی‌ارزد. یا مثلا در جای دیگری می‌فرماید ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. اگر عشرتی که امروز برات دست داده و پیش آمده اینو به فردا موکول بکنی، چه تضمینی وجود داره؟ چه کسی ضمانت میکنه که تو فردا هم باشی، هنوز زنده باشی؟ بنابراین الان از این عشرتی که دست داده لذت ببر. یا وقتی میفرماید زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. زمان خوشدلی رو به مروارید در صدف تشبیه میکنه که البته همیشه و در هر صدفی مروارید نیست، خیلی نادر پیش میاد. و میگه زمان خوشدلی مثل مرواریده، اگر دست داد دریاب، استفاده کن، لذت ببر، زیرا که همیشه چنین وقت خوشی دست نمیده. حالا اینها در مواردی است که عشق خیلی مشخصا یا عرفانی است یا زمینی. ولی یکی از جلوه‌های خیلی جالب و شاید بشه گفت مشکل آفرین در کلام حافظ، در سخن حافظ، در همتنیدگی عشق عرفانی و عشق زمینی است. حافظ در بسیاری موارد عشق زمینی و عشق عرفانی رو چنان در هم میتنه که با هیچ قطعیتی نمیشه گفت منظور نظرش کدوم یکیست. و البته که ایهام کلام حافظ کار رو دشوارتر هم میکنه. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساری به کس ننمود آن شاهد هر جایی. اون شاهد هر جایی که به کسی چهره نشون نمیده منظور کیست؟ خداست که در همه جا هست ولی هیچ کس نمیتونه ببینتش؟ شاید. آیا معشوق زمینی است که همه جا میره ولی از شدت ناز و غرور به کسی چهره نشان نمیده؟ شاید. یا وقتی در جای دیگری میفرماید به ولای تو که گر بنده خیشم خانی ز سر خواجگی کون و مکان برخیزم. مخاطب کیست؟ خداست که اگر لطف به بنده داشته باشه بندگی او از خواجگی کون و مکان بسیار بالاتر و برتره. یا درباره معشوق زمینی صحبت میکنه که اگر عاشق رو، حافظ رو به بندگی قبول بکنه، حافظ خواجگی کون و مکان رو از دست مینهه. هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. این کیه که میتونه اینطور به حافظ قوت قلب بده؟ خدا، چون قادر مطلقه و وقتی که با خدا صحبت میکنه، وقتی میگه من به تو توکل میکنم، به تو اعتماد میکنم، وقتی که تو دوست منی من بیم هلاک از جانب هزار دشمن رو ندارم. شاید. یا معشوق زمینی است که عشقش آنچنان قوت قلب و پشتگرمی به حافظ میده که غرق در اون عشق میشه و میدونه که از هیچ چیز دیگه بی نهلاک نداره، حتی اگر هزار دشمن در قصد جانش باشن. شاید. یه تعبیر سومی هم میشه کرد. شاید با یک ممدوح قدرتمدار صحبت میکنه که اگر او حامی حافظ باشه دشمنان جرأت نمی کنند گزندی به او برسونند. این ایهانی که در حلاک در کلام حافظ هست در هم تنیدگی عشق عرفانی و عشق زمینی رو بسیار مشکل می کنه که بشه با قاطعیت گفت
و البته این یکی از زیبایی های کلام حافظه، یکی از ویژگی های سخن حافظه. از دید حافظ عشق تنها حقیقت راستین در جهان هستی است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. این که الان هم هنوز در زمان ما هم هست. 72 ملت البته یه چیز استعاریه، مردم از اقوام و ملیت‌های مختلف به جان هم افتادن و با جنگ و جدال هر کدوم میخواد حقیقتی رو که فکر میکنه فقط در نزد اوست بر دیگران تحمیل کنه، یا اینکه میخواد با جنگ و کشتار بر حق بودن خودش رو بر دیگران ثابت بکنه، میگه اینا رو معذور بدار، اینا حقیقت جهان رو نفهمیدن، اینا حقیقت هستی رو درک نکردن. اون حقیقت عشقه. اگر همه این 72 ملت این حقیقت رو درک کرده بودن که نیازی به جنگ نداشتن، که دنبال جنگ نمی‌رفتن. و از اونجایی که عشق تنها حقیقت راستینه، نه تخت بند مکانه، نه تخت بند آینه، نه مسلک و ندیم، همه کس طالب یار است، چه خوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، هیچ فرق نمی کنه. مسجد، کنشت، کلیسا، همه جا، خرابات مغان حتی، همه جا خانه عشق. در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. خرابات مغان به زعم زاهدان و شیخان مرکز فسق و فجوره، ولی حافظ در اونجا نور خدا رو میبینه، نور عشق رو میبینه، به دلیل اینکه به حقیقت راستین یعنی عشق و تنها حقیقت راستین پی برده. باز عشق چون تنها حقیقت راستینه، تخت بند زبان و فرهنگ و قومیت و ملیت هم نیست. یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هیچ فرق نمی کنه، حدیث یکیست، حدیث عشق یگانه است. ترکی، تازی، فارسی، به هر زبان که می دونی بگو، هیچ فرق نمی کنه. و در جای دیگری می فرماید یک قصه بیش نیست خمه عشق، این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. قصه عشق یکیست برای اینکه عشق یکیست، ولی همیشه تراوت و تازگی داره به هر زبانی که گفته میشه، چون به زبانهای مختلف گفته میشه. یکی دیگر از جلوه های بسیار جالب عشق در سخن حافظ، رابطه تنگاتنگ بین عشق و رندی است. رندی در زبان محاوره ما معنای منفی داره. رند به کسی میگیم که زیرک و زرنگه، اما این زیرکی و زرنگی همراه با فریب و نیرنگ، معمولا به نفع خودش و به زیان دیگران. اما در عرفان رندی به معنای آزادگی، وارستگی و گسستگی از تعلقات جهانی است. حافظ رندی رو در یک بیت خیلی زیبا معنی میکنه: جامع و مانع. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. رند آزاده است که از هر چه که رنگ تعلق داشته باشه گسسته، هیچ گونه پابندی به تعلقات نداره. و به همین دلیله که حافظ بارها و بارها خودش رو رند میخونه و حتی سرحلقه رندان جهان. بر سر تربت ما اگر گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. همطور گفتم رابطه تنگاتنگ عشق و رندی در سراسر دیوان هست. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یا در جای دیگری می‌فرماید ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. عاشق و رند
هر دو بلاکشن، هر دو یک نفر هستن. عشق و رندی نه تنها با هم رابطه تنگ و تنگی در سخن حافظ داره، بلکه گاه این دو واژه جایگزین همدیگر هم میشه. ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل، شیخان گمراه. یعنی ما را به عشق افسانه کرد. رندی و عشق در اینجا یک معناست، رندی به جای عشق نشسته. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بیغمی. وقتی درباره دشواری راه عشق صحبت میکنه، میگه اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، یعنی در کوی عشق راه نیست. میبینید که واژه رندی جایگزین واژه عشق شده. ایثار لازمه و در واقع نشان و گواه عشقه، و ایثار از جمله جلوه های بسیار زیبا در سخن حافظه. عاشق جان و جهانش رو نثار معشوق میکنه و به همین دلیل در عین آرزوی وصل 100% و به طور کامل تسلیم در برابر معشوق و خواسته او، حتی اگر این خواسته غایت جور باشه. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. اگر دوست کسی دیگری رو به جز من انتخاب میکنه، این دیگه جور از این بیشتر برای عاشق نمیشه که پس زده بشه و کسی دیگری به جز انتخاب بشه. میگه حکم اوست، اما من حتی جانم رو به جای دوست بر نمیگزینم. یا در جای دیگری میفرماید در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. لطف اون چه که لطف توست، حکم اون چه که حکم توست. ما 100% تسلیم، ما در این دایره تسلیم محض هستیم، هرچی که تو حکم کنی و هرچی که تو لطف بفرمایی. بعد ببینید باز در بیت بعدی که میگه در کوی فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، باز به عالم عشق اشاره میکنه. عالم رندی و عالم عشق یکیست. در عالم عشق، در عالم رندی، خودبینی یعنی خود رو دیدن، خود رو بین جان رو بین عاشق و معشوق دیدن، این کفره. و البته که کفران عشق نباید کرد. و چون این است که با معشوق چنان در میآمیزد که حتی جان بین او و معشوق حائل نیست. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفت آن زمان که نبود جان در میان حائل. وقتی که جان بین تو و من حائل نباشه، اون موقع بر جانت رحم میکنم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خود رو دیدن یعنی که جان رو و خود رو حائل کردن بین خود و معشوق. اگر عاشق راستین هستی، خودت رو اصلا نمیتونی ببینی، از میان برخیز. این خودی رو، خود دیدن رو از میان بردار. یکی دیگر از جلوه های زیبای عشق در سخن حافظ، دشواری عشق و دشواری طی سلوک عشق. اسطوره آفرینش که در آغاز سخن بهش اشاره کردم، بر اساس این اسطوره عشق اول به آسمان ها و کوه ها عرضه شد، ولی آسمان ها و کوه ها با اون همه قدرت و عظمت، چون دشواری به دوش کشیدن این بار امانت عشق رو میدونستن، نپذیرفتندش. اما انسان ظلوم جهول که عاشق بود و نمیدونست که عشق چقدر دشواره و فکر میکرد آسانه، پذیرفتش. و بعد از پذیرفتن بود که متوجه دشواری های فراوان شد.
نخستین بیت از نخستین غزل دیوان درباره دشواری عشق. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اول فکر کردم آسونه، بعد فهمیدم که چه مشکلاتی در این راه وجود داره. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل. اول عشق و رندی تحصیلش آسون به نظرم اومد، کاری نداره، آسانه، عشقه. اما زمانی این فضائل رو کسب کردم و به دست آوردم که جانم رو در راهش گذاشتم، جانم سوخت، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش وجود نداره، رنج و دشواری و جان در آستین داشتنه. با این حال به دلیل اون ایثاری که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، میگه ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. هرچی که از معشوق برسه خواستنیست و زیباست و من میپذیرم. در واقع این دشواری عشق رو مثل این بیت در بسیاری ابیات دیگه هم میگه که این چیزیست که اصلا عاشق میخواد، این دلخواسته عاشقه. یکی دیگر از جلوه های عشق در سخن حافظ آزادی بخشی و آزادگی بخشی است. این خیلی پارادوکسه که عشق روح و جان رو از همه اسارت های دیگه رها میکنه. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. یا در جای دیگری میفرماید حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. من از روزی که اسیر عشق تو شدم آزاد شدم، آزاد از همه تعلقات جهانی. باز این ببینی چطوری عشق و رندی به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. این آزادگی فقط از این عالم خاکی نیست، عالم فانی و باقی، از هر دو آزادم وقتی که اسیر عشق تو هستم. یکی از جلوه های خیلی جالب عشق در سخن حافظ زمانی است که عشق و عقل در تقابل با هم قرار می گیرند. می دونیم که در ادبیات عرفانی ما اصولا عقل بیشتر به صورت منفی و مطرود عنوان شده و دربارش سروده شده. این که از زمان از سده چهارم پنجم هجری شروع شد، به جای خود که واقعا ادبیات عرفانی ما مشهون از طرد عقل در برابر عشق، حتی در سده بیستم شاعر بسیار خوش سخن ما، شاعری که به راستی کلامش به نظر من فاخرترینه در بین شعرهای معاصر، آقای هوشنگ ابتهاج سایه، میگه که بران عقل بخندید که عشقش نپسندید، در این حلقه زنجیر چو دیوانه بگردید. عقل البته در جهان بینی حافظ جایگاه بسیار بالایی داره. حافظ بر این باوره که عقل چراغ راه زندگی است. در روشنی این چراغ بایسته که زندگی کرد و راه رو پیمود. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. جهالت رو نمی‌پسنده، از چشمه حکمت از عقل جامی به دست بیار. و به همین دلیل خردمندان و عاقلان هم در جهانبینی حافظ جایگاه و شأن بسیار بالایی دارند. پند حکیم این ثواب است و محض خیر، فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید. کسی که پند عاقلان رو گوش بکنه آدم خوشبختی میشه. یعنی ببینید چقدر برای عقل و برای عاقل و برای پند عاقلان
ارزش قائله. البته از محدودیت‌های عقل هم در جاهای سخن میگه. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. راز دهر رو واقعا نمیشه از طریق عقل و حکمت گشود، نه تا به حال گشودن و نمیشه بعد از این گشود. بنابراین بذار از وقت خوشی که داره لذت ببریم. حدیث از مطرب و میگو، دنبال اون نرو. و باز این یکی از مضامینی است که هنوز در سده بیستم هم در بعضی از اشعار شعرهای ما ظاهر میشه. سهراب سپهری میگه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشه. ما راز گل سرخ رو نمیتونیم بشناسیم، پس از افسون گل سرخ لذت ببریم و در اون شناور باشیم. اما زمانی که عقل در سخن حافظ، در زمانی که عقل در تقابل با عشق قرار میگیره، اون وقتی که عشق دست بالا رو داره. زیرا که در جهانبینی حافظ عشق از هر پدیده حسی، ادراکی، منطقی، عاطفی فراتر و والاتر. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. رسیدن به اون حریم اونقدر بالاست. ببینید در این حال میگه حریم عقل هم بالاست، اما حریم عشق بالاتره و کسی میتونه به اون حریم برسه که جانش رو در این راه مایه بگذاره. و البته عاقل که جانش رو مایه نمیذاره، یعنی عقل حکم نمی کنه. این حکم عشقه و نه حکم عقل. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. باز ببینید شأن عاقلان رو کاملا میپذیره و اذعان میکنه. عاقلان نقطه پرگار وجودند، دیگه از این محکمتر جایی نمیشه. اما وقتی که به عشق میرسه، اون وقت در این دایره سرگردان هستند. یکی دیگر از جلوه های بسیار تکراری، و باید بگم بسیار تکراریه، عشق در سخن حافظ، ستیز عشق با زهد. اصولا زهد در ادبیات عرفانی ما میدونید که بسیار مطروده، یک امر بسیار منفی است و همیشه در تقبیحش سخن گفته شده در ادبیات عرفانی ما. داستان شیخ سنان رو که حتما همتون میدونید، مردی که زاهد بود و شیخ بود، شیخ سنان، و یک عمر با زهد و دینورزی زندگی کرده بود، ولی اسیر عشق ترسا دختری شد و بعد کشمکش های عشق و زهد که به طرز بسیار زیبایی توصیف شده، این به اصطلاح یک نمونه است که برای ستیز زهد با عشق گفته میشه. اصولا عرفان من فکر میکنم تلطیف خوشکندیشی دینی است، یعنی که دلیل اینکه به عرفان روی آوردند ایرانی ها از سده چهارم پنجم هجری، اون خوشکندیشی های رایج بود که واقعا زندگی رو بر همه تنگ کرده بود و سخت کرده بود، و به همین دلیل اینها به عشق روی آوردن به جای ترس، عشق به خدا و نه ترس از خدا. اصولا زهد ورزی یعنی که راه شریعت رو رفتن، عشق ورزی یعنی راه طریقت رو رفتن. این دو راه به کلی از هم جداست، در دو نقطه و کیف کاملا متفاوته. حالا حافظ هم از دایره این هنجار البته بیرون نیست، که داستان شیخ سنان که عشق زهد رو زائل میکنه. بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم، با من چه کرد دیده معشوق باز من.
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من، نیازی به اون مناسک نیست. اصولا معتقده که زاهد آدم مغروری است و به همین دلیل به مقصد نمیرسه. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از سر نیاز به دارالسلام رفت. باز این رند همون عاشقه. یا در جای دیگری میفرماید من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دامرا هم شکن طره گیسوی تو بود. چند نکته این مسئله ستیز زهد با عشق رو در سخن حافظ تشدید میکنه. یکی اینکه اصولا حافظ هم تا که پیشترم گفتیم باور به لذت بردن از محبت‌ها و خوشی‌های زندگی داشت و بنابراین زهد یعنی می و مطرب و ساقی و فصل بهار و کنار جوی و کنار معشوق و اینا همه از دید زاهد و شیخ به کلی کفر، اصلا به هیچ عنوان روانی است. یکی این، یکی شرایط اجتماعی زمان، یعنی در هم آمیختگی دین و سیاست در برهه‌هایی از زندگی حافظ بود که امروز هم هنوز نظائرش رو شاهد هستیم و امیر مبارز یک نمونه خیلی خوبی است که گفته میشه در میان نماز رها میکرد، میرفت سر یک کسی رو میزد یا دستور قتل یک کسی رو صادر میکرد که گناه کرده بود از دیده و بر میگشت سر نماز و قرآن خوندنش. و یکی دیگه که مهمتر از این هاست بیزاری حافظ از ریا و تظاهره. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما رو بست. من حاضر نیستم با این گران جاران که ریاکار هستن حتی همصحبت باشم. این ریا و سالوس وقتی که در عرصه دین پا میگذاره اون وقته که دیگه به کلی حافظ رو بیزار میکنه. یعنی حافظ آگاهی از اینکه کار زاهدان در خلوت و در جلوت چقدر متفاوته. واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. از دید حافظ اینا در کار خدا دارن قلب و دغل می کنند، چطور می تونه که اینها رو بپذیره؟ و اینکه این واعظان برای کسب وجهه اجتماعی و به دست آوردن قدرت و احتمالاً مالی و جاهی و نزدیکی به قدرتمداران ریاورزی می‌کردند و دین در ملأ عام می‌ورزیدند، اینها به هیچ عنوان مورد پذیرش حافظ نبود و حافظ سخت و بی‌امان به همه اینها بارها و بارها تاخته. اصولا حافظ بر این باور بود که دین ورزی یعنی رابطه با خدا رو یک مسئله خصوصی و شخصی است. دعای نیم شبی و ورد سحری، نه دین ورزی در ملأ عام برای جلب توجه مردم. و از این که اینها در کاروبار مردم دخالت میکردن به کن نکن میگفتن هم بسیار بسیار حافظ ناراحت و خشمگین بود. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. ببینید طنز حافظه ها، به زاهد به طنز میگه پاکیزه سرشت. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هر کسی اون چرا که میکاره درو میکنه، به تو ربطی نداره من خوبم یا بد، تو برو مواظب کار خودت باش، گناه منو به پای تو نمی نویسم. کوتاه سخن این که به خصوص در رابطه با ستیز با زهد، عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. وقت من داره به پایان میرسه، اگر فرصتی باشه دوست دارم که این گفتار رو با غزلی از حافظ به پایان ببرم که بسیاری از جلوه های عشق که امشب بهش اشاره کردیم
در اون گنجانده شده. دل سراپرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت اوست. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه جای خلوت اوست. هر گل نو که شد چمن آرای، ز سر رنگ و بوی صحبت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روز نوبت اوست. ملکت عاشقی و گنج طرب، هر چه دارم ز یمن همت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. سپاسگزارم از توجهتون و حوصلتون.